سلام برنامه انتخابات 97 من محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم جدال تازه میان یعنی دو کمیسیون انتخابات و شکایت انتخاباتی مسیر انتخابات را به تلاطم و به ابهام سوق داده و گمانزنی های چگونگی سرنوشت مجموعه انتخابات افغانستان هنوز زیر پرسش خیلی جدی است کمیسیون شکایت انتخاباتی آرای حوزه کابل را در مجموع باطل اعلان کرد و مطابق قانون انتخابات باید انتخابات مجدد در خلال هفت روز صورت بگیره که کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ وجه آماده برگزاری چنین رقم نیست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی را عجولانه احساساتی سیاسی و خلاف قانون خوانده و رویکرد دوام اعلام نتایج ولایتی را همچنان اونا هشدار دادن حالا ای جدال تا چی میزان میتونه سرنوشت کل انتخابات را تحت پشت قرار بده و یک شرایط خیلی جدی از افغانستان که ما به طرف انتخابات ریاست جمهوری هم میریم گمان ها از عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با این اختلافات بیشتر میتونه شه محور بحث شما روی تمامی فاکتورها خواهد بود مهمانی که در بحث با ما هستند جناب آقای علی رزای روحانی رئیس که کمیسیون شکایت انتخاباتی آقای یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عدالانه افغانستان آقای اجمل خودمن حقوقدان که از بود حقوقی را بررسی بکنه و جناب آقای زبیلا زیارمل یکی از نامزدایی که مصرف خیلی زیاده در مبارزات انتخاباتی کردن قبل از اینکه بس استدیو بیایم با مهمانای دیگه خود بحث شروع بکنیم همکارای ما آقای فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را از طریق ویدیو کانفرانس از پنشیر وصل ساختن جناب آقای منوی اگر مرمش سلام مرمش سلام بر شما خوش آمدید سلام با شما آقای فیاض و به مهمانان عزیزتان و به همه بینندگان تلویزیون آریانا این تصمیم که شکایات وضعیت را به کجا کشانده بالاخره از چی خواهد شد فکر میکنید باور ما ای است که کمیسیون شکایات انتخابات در محدوده صلاحیت قانونی خود عمل کرده چاره جز از این نداشتن مگر که چون این تصمیمی ای را بگیرند اسناد و مدارکی که به دست ما هم رسید در از از است که دیگه پاکسازی آرای کابل و بعضی از ولایت دیگه ناممکن است چاره جز از داشتن که باید را باطل بکنن و دفتر کابل هم سندی را به کمیسیون انتخابات روان کرده که به دست ما هم رسیده و تقاضای خود دفتر کابل هم همی بوده که چون پاککاری از ای آرا ممکن نیست یگانه رای حلی است که باید ای دوباره انتخابات صورت بگیره در غیر از او تبیز که عدالت تامین نمیشد به عوض انتخابات دیگه ناگزیر بودن که انتصابات انجام میدن و فکر میکنم ما چه من شنیده بودم انتخابات چنین تصمیم ایرم داشت که یک تعادل در نظر گرفته یک تعداد را بتن چون دیگه نتائج موجوده جواب نمیده که به تانک نشان بده آقای منوی با این وجود فقره پنج ماده 94 قانون انتخابات سراحت داره که کمیسیون مستقل انتخابات باید در خلال هفت روز یک بار دیگه انتخابات را در یه حوزه که باطل میشه تدویر بکنه در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات برخلاف موضع که شکایت انتخاباتی سیاسی احساساتی و جولانه نخوانده حالا اگر این چانزنی دوامدار میشه چقدر میتونه دگه ولایت ها را یا مجموعی روند متاثر بسازد در کل؟ تبیز کمیسون انتخابات از وقتی که مسئولیت گرفته هیچ مسئولیت نمیپذیره پذیره زیر بار مسئولیت نمی من دیروز هم گفتم که با آم آب از سر کمیسون انتخابات گذشته حالا دیگه پروایش نیست چی یک متر چی صد متر دیگه بدنامی شده رسواگی شده این مقاومت کردن در برابر تصمیم کمیسون شکایت انتخاباتی غیر قانونی است این صلاحیت کمیسون انتخابات نیست بر حالی صلاحیت قانون و کمیسون شکایت انتخاباتی داده و باید مطابق با قانون و کار خود انجام بدن کمیسیون انتخابات مجبور مکلف است مطابق با قانون بپذیر آنچه را که کمیسیون شکایت انتخابات تجویز کرده شکایت انتخاباتی پنج عضو اداری کمیسیون مستقل انتخابات را از وظایف منفصل و جریمه یکصد هزاری تعلیب کرده حالا از نظر شما فکر میکنین که عدالت تنها در بحث اجرایی که مستقل انتخابات خلاصه میشه و کمیشنرها هیچ مقصره در ارتباط به خراب سازی یا عدم بحران مدیریتی انتخابات نیست از جمله آقای سیاد که در دقیقه نود روز انتخابات برخلاف قانون یک تصمیم گرفت و او تصمیم منجر به بحران شد با که ما انتظار داشتیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی باید از این بیشتر با قوتتر عمل میکرد اما ما متاسف هستیم که چرا نسبت به آدمای کلانتر دیگه هم کسی داخل در قضیه بودین تصمیم نگرفتین اما فکر میکنیم که تصمیم نهایی هم نیست آخرین تصمیم هم نیست خوشبختانه که در فیصله ایشا ذکر شده که بحث جریمه هم آخرین بحث نیست بحث جرائم به ادارات عدلی و قضایی سپرده میشه و ما امیدوار هستیم که در پایان پروسه کمیسیون شکایت انتخاباتی نسبت به کسایی که در مقامات ارشد کمیسیون انتخابات هم حضور دارن و از اگر دخیل باشند در این قضایای دستبرد انتخابات و این بیسامانی و حتی سوی استفاده هایی که صورت گرفته که شکایت انتخاباتی امیدوار است که شما قبلا رئیس کمیسیون انتخابات بودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برخلاف طرز عمل در روز انتخابات آرای غیر بایومتریک را توجه کرد و این مسئله به بحران کشیده شد حالا با این روی کرد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و سایر کمیشنرهایی که اون مصوبه را امضا کردند از نظر قانون مقصر هستند یا نه واضح است کمیسیون انتخابات متاسفانه موارد قانونی را پامال کرده در عملهای خودشان خود نقص کردند تصامیم اصلا تصامیم عجولانه را در روز انتخابات کمیسیون انتخابات گرفت این صلاحیتشان نبود که در روز انتخابات اول انتخابات و دو روز بکشانند بعد باز بگویند که یک لست جدید ساخته شود در روز انتخابات و بگویند که جای بایومتریک عمل نمی کند می بدون بایومتریک مردم رای بده این تمام تصامیم خلاف قانون بود این کارهایی بود که قبلا که روز انتخابات باید تصمیم خودم می گرفت و رزرویشن می داشت که اگر یک موضوع عمل نمی کنه و یک مشکل مواجه میشن انترنتیف از قبل می داشت. متاسفانه کمیسیون انتخابات بسیار مثل که امروز از خود بسیار راضی هستند در قبل از انتخابات هم بسیار راضی بودند شما شاید هستید که در میز شما بسیار از آمادگی های کامل و از بسیار لاف و گذاف های کلان داشتند که همه چیز درست است و هیچ اتفاق بدی نمی متاسفانه که ای کاش همون رقم که ادعا داشتند همون رقم صورت می گرفت. اما با تاسف که ما شاید وضعیت بسیار بدی بودیم که در هیچ انتخابات چنین وضعیت وجود نداشته آخرین پرسش حالا وضعیت انتخابات یا قرائن موجود چی را نشان میده که مجموع تصامیم بزرگ در حوزه انتخابات افغانستان یا تمام ولایت به کجا کشانده خواهد شد و آیا کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی قادر به با بازپرس و مجازات کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات در صورت بروز اسناد خواهند بود یا نه؟ ما امیدوار هستیم که کمیسیون انتخابات موضوع را بیشتر از این بحرانی نسازه مطابق به قانون به تصامیم کمیسیون شکایت انتخاباتی تن بتن و بگذارن کمیسیون شکایت انتخاباتی مطابق شکایت هم رسیدگی بکنن تبیز که مطابق به قانون نمیتونن تا یک هفته دیگه انتخابات برگزار کنن مثل که انتخابات غزنی را به حال خودش گذاشتن که در بار انتخابات ریاست جمهوری یک جای انتخابات صورت بگیره بهتری است که ولایاتی که کاملا آرایش باطل میشه و انتخابات مجدد تجویز میشه صرف کمیسیون شکایت انتخاباتی بگذارن همراه ولایت غزنی یک جای انتخابات کنن اگر بتانن و از طرف دیگه هم که این ای ای موضوع میره با سیاسی میشه جنجالی میشه هر قدر تقابل با وجود به مشکل بیشتر میسازه شما بیاد دارید که در زمانی که ما متصدی کمیسیون انتخابات بودم کمیسیون تسا... شکایت انتخابات تصمیم را گرفت که قطعا با ما قابل قبول نبود اما می که لازم قانون ما جز تطبیق تصامیم کمیسیون شکایت انتخاباتی کار دیگر را نمی تانستیم دلیل بود که ما تصمیم شدیم بسیار شکار آقای جنجال را که ما در اون زمان متقابل شدیم و تحمیل شد با ما بیشتر تصامیم کمیسیون شکایت انتخاباتی اما چاره جز دادم مطابق قانون باید با احترام بگذاشیم بسیار شکار آقای منویر تشکر فضل احمد منوی رئیس اسبق کمیسیون مستقل انتخابات بود که از پنجشیر با ما وصل شد در مورد چگونگی تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی صحبت میکردن با کمیسیون مستقل انتخابات تماس های خیلی زیاد گرفته شده از جانب همکارای ما البته که کمیسیون و سخنگوی کمیسیون تا رئیس جمهور در میز نباشه اونا کسشان میدانن که بیان در و پاسخگویی کنن به مردم و چند نفری که در به عنوان معاون کمیسیون یا معاون سخنگوی کمیسیون گفته اونها هم به حد مصروف هستن که به با بهانه های گوناگون متواصل میشن و حد اقل پرسش هایی که متوجه کمیسیون مستقل انتخابات در برنامه باقی میمانه و پا خوش آمدید میگم آقای روحانی در دا رئیس دانش کمیسون کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی رئیس دانش نیستم نه منشی کمیسیون منشی کمیسیون خب باز یک یک پرسش نخواست کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم شما را احساساتی اجولانه و سیاسی خواند حالا به گونه که کمیسیون تمکین نمی‌کنه و هشدار داده که دا علاوه بر کابل آرای چند ولایت دیگه را میلان خواند کرد در این صورت ماجرا به کجا کشانده خواهد شد خدا با سلام به شما بینندگان گرامی بسیار وقت مناسب است و دوست داریم که این بحثام طبیعت بحثا به گونه است که خوب است که با درستی تحلیل و بررسی شود بدون از اینکه بحث تقطیع شود ما خدمت شما و بینندگان عزیز قرار داریم و برای این بحث به گونه ای باشه که موارد ابهام احیانا اگر وجود داره برای بینندگان عزیز و مشخص شود شما میدانین که تصمیمی را که کمیسیون شکایات انتخاباتی گرفته بر اساس ماده 94 قانون انتخابات است که پیشتر شما هم اشاره کردین و او از صلاحیت های قانونی کمیسیون شکایات انتخاباتی است زمانی که کمیسیون شکایات انتخاباتی به این تشخیص میرسه بر اساس گزارشات شکایات اسناد و مداری که در دست داره که انتخابات در یک مرکز در فقره دیگهش میگه و یا در یک حوزه که در فقره پنجم میگه به گونه ای برگزار شده که اصل عادلانه بودن و سری بودن و مستقیم بودن خدشه برش وارد شده طبیعتا باید انتخابات را باطل اعلان بکنه و او با وظیفه و صلاحیت کمیسیون محترم انتخابات است که تا یک هفته آینده انتخابات برگزار کنه اول باید یک تفکیک قائل شویم بین اینکه یک هفته بعد چی میشه یا چی کار میکنه یا اینکه قانونیت اصل تصمیم کمیسیون محترم انتخابات امروز تا کنفرانس مطبوعاتی که داشتن تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را که شما گفتین نجلانه و سیاسی و مورد از این قبل گفتن که خوب خودشان توضیح بتن که چرا از این عبارات استفاده کردن و یا عبارات حقوقی هست و در شعن یک کمیسون هست یا نیست بگونه مثال سیاسی فرض کنین که این تصمیم سیاسی است یعنی, یعنی ادعای است که سیاسی است سیاسی یعنی چی؟ یعنی بر اساس خواسته های فرض کن که سیاست مدارای خاص بر اساس خواسته جناح های خاص بر اساس خواسته تعلقات سیاسی خاص بر اساس کدام خواسته بطلان انتخابات یک حوزه که در او میارهای عادلانه بودن خدشه وارد شده و هنوز هیچ معلوم نیست که برایند و نتیجه از این به نفع کی است و کدام سمت است و کدام قسمت است و کدام حزب است و کدام بخش سیاست است تصمیم سیاسی در این مرحله چی معنا میده و آیا کسی میتونه بگه که تصمیم را که فعلا کمیسیون شکایات انتخاباتی گرفته به نفع کدام جناح سیاسی است به نفع کدام حزب سیاسی است به حکومت است جنای حاکمیت است اپوزیسیون است به کیست بنابراین هیچ مدرکی برای از این موضوع که سیاسیست نداره و منطق پشت از قضیه وجود نداره بحث عجلانه خوب بسیدن توضیح بدیم شما در جریان هستین که از زمان انتخابات چقدر گذاشته از اولین روز انتخابات که ما اعلان کردیم که متاسفانه مدیریت انتخابات ضعف داره و مشکل داره روز اول عکس و عمل نشان دادن که شما چرا گفتین مدیریت ما ضعف داره ما ضعف نداریم ولی تا بعد از هم روز خودشان هم پذیرفت که گونه های مختلف از ضعف مدیریت داره و برای حل از و من روز انتخابات صادر کرد و سایر موارد از روز انتخابات که به یک روز و دو روز رفت که مشکلات قانونی وجود داشت در ها نقش و موارد مختلف بعد از خود پروسه شماری شروع دو شب شماری شد بعد صندوق ها شماری شد بعد صندوق تا یک هفته دیگه شمارش شد بعد صندوق از اونجا آمد یک مرکز دیگه یا در ولایت کابل شماری شد پروسه شمارش گاهی بدون حضور ناظر گاهی با حضور ناظر پس پروسه شمارش هم مشکل دار بعد ها آمدن رای حل دیگه ای را که خب بیاین از طریق یک باز شماری حالا است که گام دوم منتج به چی میشه در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات فیصله شما را نمیپذیره شما در مرحله ناگزیر میمانه مجموعا مردم منتظر نتایج فصل هستند در ما به مسیر جناب فیصل من به مطلبت میرسیم بیم که یک دفعه پس که عجلانه است یا نیست اینی روندهایم هم که بعد از این جریان پیدا کرد همگی مخالف طرز عمل ها مخالف قوانین ما بار بار گفتیم که شما که پروسه باز شماری را شروع میکنین برای باز چی نیاز است اصلا هدف باز شماره چیست؟ هدف باز شماره یک تعداد دقیق آرای که ریخته شده که کی مال کیست و دو پاک کردن آرای درست از نادرست این به چی نیاز داره؟ تعداد آرای که در داخل صندوق است فقط به همین نیاز داره که چند تا ورق هست اینجا اما تعد... ای که این برگه ها ورق صحیح هست آرا واقعی است و واقعی نیست از تعداد برگه و ورق فهمیده نمیشه از اسناد مربوطه از ژورنالی که باید باشه فهمیده میشه از رزلشیتی که باید بوده فهمیده میشه از یادداشتایی که برای سیلای صندوق گرفته شده ما مشکل داشت و هیچ یکی از اینها بار بار به ده ها مکتوبی که فرستاده شد در در ولایت گفتیم بفرستین گفتن چون ما از ولایت در مرکز روان کردیم حالا وقت میگیره حالا بیرون یک بحث یک دقیقه یک دقیقه و, را و تا در ولایت دو سه هفته طول کشید اینا به ولایت روان نمیتونستن یا روان میکردن یک ولایت روان میکردن ولایت دیگر روان نمیکردن او ولایت روان میکردن ولسوالی روان نمیکردن بعد با شماره در کابل شروع شد در کابل هم گفت ما نداریم علی خواست کابل روان کردن خو از رد بعد گفتن نیست نیست گم شده یا نیست هر دلایلی که گفتن پس شما متوجه شدین که ما خیلی کوتا اومدی و بار, بار بار با اینا یعنی مدت زمان را اومدی در ارتباط با بایومتریک گفتن که های بایومتریک ممکن نبود مشکل داشت ایست روا... راه های دیگه ای را که اینا جستجو کردن ما با ایشان آمدیم گفتیم به صورتی که میارا رعایت کنین اسناد مدارک که نشان بده در مجموع آرا صحیح است. حتی اگر بایومتریک نباشه ما با شما میاییم امونا هم بازن اسناد مدارک شده اختیار ما قرار ندادن یعنی بعد از این همه مدت که ما به اسلام مسامحه کردیم با ایشان هم کاری کردیم تمام تلاش های خود به خرج دادیم حتی ما رفتیم پیششان التماس کردیم ده ها جلسه را ده ها که نمیشه گفت چندین جلسه متعدد ما خواستیم خودی کمیشنر را از اینجا رفتن پیش کمیشنر را از اونا که بیان جلسه مشترک برگزار کنیم همه اینا را انجام دادیم هیچ راهی این نتیجه که خود اونا رسیدن هیچ راهی برای پاک ساختن آرای باطل از غیر باطل در ولایت کابل اونا چی میگن؟ اونا خودشان, خودشان اونا اعتراف داشتن که در عمل ما با جن استانداردها مختلفه اسناد وجود نداره برای همه جا ما دوچاری مشکل هستیم خود اینها هم حتی به این نتیجه رسن و دیروز و پری دی روز بحث های بود که همین باز شماری را که در کابل شروع کردن این متوقف بسازن چون نتیجه نمیده خودشان تا به این نتیجه رسن به صورت فردی کمشنرهایش با کمشنرهای ما مطرح میکردن بعد از این همه که ما متوجه میشیم که هیچ راه دیگه وجود نداره برای پاکسازی. حالا آمدیم به نفع مردم افغانستان که خدای نخواستن نروه که سرنوشت انتخابات با آرای تقلبی و آرای تخ... که بر اساس تقلبات صورت گرفته سرنوشت مردم تاین تا شود بعد از این همه مدت مدارا و همکاری و همانگی وقتی ما میایم یک تصمیم میره که قانون به ما گفته بگیریم دیگه اگر یه نست است بگوی نست. حالا یک بحث دیگه هم ای است که شما پنج نفر از وظایف منفصل ساختین زمین از که جریمی نقدی شدن بله. مبنای فیصله را هم گفتین که بقره یکی 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 آیا فکر میکنید تنها می پنج نفر در برهمزدنی پروسه دخیل بودن یا کمیشنر هم بنامی بودن چرا به اونا برخورد نشد؟ ما دو نکتر از هم دیگه جدا بسازیم یک بحث کارمندان و کارکنان کمیسیون انتخابات است و یک بحث کمیشنر رای کمیسیون انتخابات در ارتباط با کارمندان و کارکنان کمیسیون محترم انتخابات هران مورید را که تشخیص داده شده که اینا مسبب و مقصر در ارتکاب و مرتکب این متخلفات شده غیر از این موارد موارد قبلیش هم ما گفتیم شما خبر ندارین در ولایات مختلف ما منفصل از وظیفه حکم دادیم ارجاع دادیم موارد. از, از رده های جایی پایین نیست پس آمدیم بحث کارمنده و کارکنه که تمام شد در این موارد ما به صورت تناب پنجتا اکتفا نشده موارد دیگه یک بحث دیگه در ارتباط با کمیشنرهای کمیسیونی محترم انتخابات است در او ارتباط اولا مسوابه ای که ما امروز داریم او را نه نفع میکنه نه اثبات میکنه متوجه باشیم که در مسوابه ما آمده که تمام افراد و اشخاص دیگه ای که به نحدی. مسبب به وجود آمدن وضعیت موجود شده ما هم بررسی میکنیم و تصامیم خود در زمینه میگیریم عبارت آخری که یا پاراگراف آخری که در کی مشمول کمیشنرا هم میتونه شه این عبارت عبارت کلی است اما اینکه پروسه قضیه و روند قضیه و تشریفات قضیه نسبت به کمیشنرای کمیسیون شکایت انتخابات چگونه است او یک سری ظرافت های خاص خود چی ظرافت به گونه مثال به گونه مثال اگر اینها به خاطر نقض قوانین باشه مرجع تشخیص نقض قوانین بر اساس قانون انتخابات که اگر کمیسیون نقض کرده قانون نقض کرده باشد خود کمیسیون خودی کمیسیون انتخابات است بر اساس قانون بر اساس قانون. هم خود از اونها و هم خودشون قانون است بر ما بر معیار هست قانون هست بر اساس نقض قانون اما اگر جرایمی را مرتکب شده باشد ما بالاخره شما میدنی هر شخصی که جرمی رو مرتکب شوه البته با رعایت و تشریفات و مسئولیت ها و هست که مسئولیت ها مسئولیت تشریفاتی است نه مسئولیت کلی نیست با رعایت از اونا قابل حالا وجود که مشنرهای که کمشنر میسیون مستقل انتخابات از تصامیم بعدی تعدیبی شما جدا هستند اون مشمول از این نمیشه عرض میکنم آنچه که مربوط به موارد که تخلفاتی که مربوط به کارکنان و کارمندان گفتن طبیعتا کمیشنرها از جدا هستند اما اینکه آ... کمیشنرها چگونه به خاطر اگر فرض بگیریم که تخلفات را مرتکب شدن یا جرایم را مرتکب شدن چگونه تحت تعقیب قرار میگیرن او را ما در قطع این موضوع باز هست و از طرق قانونی شی میشه که استفاده شه حالا طرق قانونی شی شما تشهید دادین که خود که بیشون باید بررسی کنه یک از مرجع تشخیص ببین در موضوعات باید خیلی مشخص شه یکی بحث ادعا یکی بحث مرجع آ... آدنانه تشخیص آدنانه بودن یک بحث خیلی جدی است اگر بتیم. ما آدمای کمزور میگیریم میزنیم به خاطر ضعف های اجرایی و مسببین اصلی شون نمیتونیم فکر میشه خاطر خب ا... یک بار کی دیگه که در اینجا بحث مطرح شه و اولا آدمای کمزور و پرزور نیست هر کسی که تخلف کرده باشد از قانون و هر کس که جرایم انتخاباتی مرتکب شده باشد باید پاسخگو باشد ما در جامعه زندگی میکنیم که مبتنی بر قانون است و در مقابل قانون همگی باید پاسخگو باشد افرادی که در اینج نام برده شده آدمای ساده نیستند آدمای معمولی نیستند هر از شخصی که در فوق یا در خارج رتبه قرار دارد تا بس یک و بس دو موضوعات آدمای معمولی نیستند بنابراین اینا یک ای موضوع موضوع دیگه ایست که آقای اینا جرم انتخاباتی هم انجام دادن یا اونجا گفته شده در ارتباط با تخلفات انتخاباتیش در فیصله انتخاباتی می فیصله تخلفات انتخاباتی جریمه جریمه است و انفصال و انفصال و انفصال ولی در ارتباط با جرایم انتخاباتی تشخیصش توسط ماست که گفتیم که در بررسی میکنیم و ارجام انتخاباتی تشخیص شده حالا و ایر گفتیم که ایر بررسی میکنیم و ارجام میتیم به نهاد عدلیه این است که چی میزان بررسی شده در جرایم انتخاباتی ما قبلا برتان گفتیم که در ولایات مختلف مواردی که جرایم اتفاق انتخاباتی اتفاق افتاده و یک آمار ارقام مشخص را داره که ما در بحث قبلی در این میز آمدم و نار مطرح کردم اونا به آیا افرادی افراد که منفصل شدن اینا هم به سارنوالی معرفی خواهند شد یا نه؟ در اونجا در مسابقه گفته شده که در ارتباط به موضوعات جرمی از اینا ما بحث میکنیم در صورتی که جرم تشخیص داده شود به سارن والی تا به حال اینا پیش شما مجرم عدقل متهم به جرم قبل از اینکه ما او تشخیص رسمی خود را تای تا جلسه کمیسیون انجام نداده باشیم او موضوع را اعلان نمید آخرین پرسش کمیسیون مستقل انتخابات نه توانمندی اجرای انتخابات در افروز داره و نه شما را قبول میکنه روند به کدام مسیر عدم قبول فیصله های قانونی کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط کمیسیون انتخابات هیچ توجیه قانونی نداره و ای که قبول نمیکنه مسئولیت یک تخلف یا یک نقض قانون دیگه به اوده اونها خواهد شد و عدم توانمندی آنها را مسئولیتش ما نداریم ما نمیتوانیم به مکلفیت قانونی خود و به صلاحیت قانونی خود پشت پا بزنیم و آر نادیده بگیریم به خاطر از اینکه بگیم به خاطر اینکه بگیم کمیسیون انتخابات ما قدرت و توانایی نداره ما از مسئولیت حالا آنچه که اونا گفتن که اعلان میکنن و به این شکل پیش برن شما چی خواهد کردین؟ گام دوم شما هست؟ و به هر صورت ما آنچه که مکلف هستیم مکلف به اعمال قانون هستیم بر ما اعلان مسئله بر ما در جو صلاحیت های ماست وظیفه تطبیق قضايا با عده ما نیست. این میده که کشیدگی ها بین شما میتونه ولایت های دیگر هم متاثر بسازه. در اصل معمانگی کاملا از بین رفته و میتونه عدم هماهنگی تا جدال به گفته که میسون سیاسی بین شما و اونا بتونه مشکلات خیلی خراب خلق کنه. خب باز گفتم که از کلمه سیاسی توجه منطقی نداره که کسی استفاده کنه اما اگر منظورتان هماهنگی ع ادامه تخلفاتو بینظمیها به وضعیت موجود هست ما هماهن با تداوم تخلفات نیستیم اما ار دم هماهنی ما ب معن تقابل دو کمیسیون باشد طبیعتا از این لحاظ این تقابل به نف مردم افغانستان است مردم افغانستان هی و ز کمون شات انتخابات نمو هر مشل ا ه ال تخلف مو انابا انجام د شما ب او هماهن باشی اصلا فلسفه وجودی کمیسیون شکایات انتخاباتی نمیست که احیانا اگر کمیسیون محترم انتخابات دچار مشکلات شوه اینا جلوشه بگیره و در قد احکام فیصله خود صادر کنه فلسفه وجودی ماست در غیر صورت یک کمیسیون کافی بود و یک تشکیلات بود و هماهنگ بود و تا آخر هم همان کار کرد زنده باشه قبل از که بس بخش دوم بحث ما را پیش بریم آنچه که برمیگرده به تدامه روند و وضعیت به وجود آمده که منجر به چی خواهد شد با کمیسیون مستقل انتخابات همکارای ما چندین بار تماس گرفتند اما بنابر نبود ارائه دلیل مقنعه یا بنابر هر عذر که اونا میپندارن نه کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات و نه سخنگویهای کمیسیون مستقل انتخابات به پاسخگویی به مردم در این حاضر نشدند یک وقفه کوتاه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان آقای زبیولای زیارمال نامزد پیشین همی دور انتخابات پارلمانی افغانستان و جناب آقای اجمل حدمند حقوقدان در بحث با ما هستند. حالا مجموعی مسیر به کدام سمت میره؟ نهادهای قانونی؟ و د کمیشن تا چی میزانه توانمندی مهار مشکلات پی شروع در ارتباط به بنبست خېله جدي کې در روان د انتخاباته پارلماني قدم د دوهم انتخاباته ریاست جمهورري و وجود اومه ده قادر خان بوت ته نه خوشامدیت وکم مهمنا را و بس راځو آقای وطن می خوهم شروع وکونیم اې د قانون په لاره په فیصله نه اې د سمه ده او د انتخاباتو د کمیشن اده پر ځای ده کنه مننه تاسو ټول دې سلامونه ورته کوم تر کومه زياته دي انتخاباتي قانون باسته بلې او انتخاباتو دي قانون دي صدر نوې می ماده پنځمه فقره صراحت لري د انتخاباتو لپاره صدر اصل دي همدغه اصول پاتې خلک هم باندې وي انتخابات باید عادلانه وي عمومي وي سري وي او آزاد وي کچيري دغه اصول نقص کیږي یا په انتخاباتي حوزه کې په سم ډول نه رعایت کیږي د شکایتو مرکزې کمیسون کولای سي چې په مغو انتخاباتي او ځکه انتخابات باطل لاند کی اما یو بل مکلفات چې د انتخاباتو قانون ترجسته وي او دا د سي پي په افته کې باید انتخابات په غبرزه کې لسر وروکي په دې اساس باندې د شکایتو مرکزې کمیسون دغه صلاحيت لري په کي کې موضوع د ماهیت فیصله چې د فیصله څمره په استدلال باندې ولاړه ده آیا ټول هغه شواهد او مدرک ټول هغه هغه اثباتی مدرک چې هغه قانوني ارځښت تول لري او دیغه په استناد باندې کوي په فیصله کې ষ্টکانه تر کومه ځایه پورې چې نن دوی د مثبتي کانفرنس لاره نه زین اسناد او مدرک ته اشاره وکړه په دې اړه موږ ته باندې نو یعنی قطعي حکم څوک نسی کولای اما زموږ نظر کچېری اثباتی مدرک ټول شواهد او هغه استدلال چې په اسناد باندې سویدا اغه د دې وروې د دي حقوقي ارزخه کوله ری چې دغه په اساس باندې د دې انتخاباتي وزیرای بتلسی فکر کوم او حقوقي مشکل لري هغه شچ په قانون کې راغلي دی هدا خپل د شکایت کمیسیون فکر کوم فکر کوم چې دغه پر 65 مخک تلای دی اوس په ساده چې کیږي واتسه کمیسیون کی او ووبرزو کې انتخاباته سره کوي نشي دغه ترڅنګ ځینې د عدالت پانه کمیشنو پا کمشنرانو او پرېسم رااوري چې د شکایت کمیسونو وایي د زموږ صلاحيت نه دي دوی بهات خپل هغه مشکلات شکرې خپلای به تاسو لا کې د خلاد باد غیر اخوقي خلاده یا د دوی د دغه ټینګار چې غیر قانوني وي د دوی په مقابل کې د قانون وړاندوینه شي د څه بکی که مخکې خبر ما ورادله زه فکر کوم چې دلته باس دقیق و سه زه غسر کوم مخالفت نه لرم ترک ما زای پورتس دي انتخاباته د کمیسون د غړو دغه به قانون د نقص مثلا مطرح کیږي یاوس د قانون نقص مثلا هم نه ده ډیر موارد دي په غوړه صورت کې دوی کولای سي استقبال او زیات په کمیسون کې لاس ور کی مثلا ډیر موارد مثلا یاوغه موارد نه د قانون نقص ته تاثبات دي دا قانون ناقص په په کاراتو شوی دی کې کوم شون لخوا دا. دا 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 طول ها طول اغام اغام اه اه او مهمه خبره لته دا ده چې په هغه موارد کې چې د قانون دی نقص مثلا مطرح وي په خبره کمیسون صلاحيت دی یعنی یعنی د انتخاباتو کمیسون خو انتخاباتو کمیسون به هیڅ وخت ځان نه اجازه دی دا طبي دی همایا زلدکار وه همسو د انتخاباتو کمیسون په خوانی رئیس دی یا څلک اما ټول ټول پرنه واغم هغه غلبنیو سیاسي پریکړه کوي دله دڅو شانو باید فارخصي یو عام هغه د قانون د نقص موارد دي او هغه کمیسون هم صلاحيت لري بس دا دا بس دا چې کده کمیسيون کمشنران هر ځل انتخابات په افتزازوري د خلکو سرنوشت د خلکو عیصیت د خلکو د رائے عیصیت هغه خطرونه چې خلک د انتخاباتو پر سپزان منی ټول د خپل د شخصي منافع او ید نپوهه ید ادم مدید پربنسټ په बर्बाद وڑی بلخره هغه ته باید یو قانوني اصل و چې دونه پښتنه وګی چې دغه خیالات چې د خلکو سره د خلکو عرب سره شوی د قانون لپاره څه جواب ترور کوي مايخه خبره د قانون اجروي ضمانت سماده په قانون کې ټول مسائل په واضح توګه راغلی دي د ټول د د دوه انتخاباتي کمیسیون نو صلاحیتونه او مکلفیتونه مسؤلیتونه ټول واضح شوي دي حتی د ځله د انتخاباتو په قانون کې د جرمي موارد تعریف شوی دي مخکې په قانون کې موږ دا نه لولله او ساته طول اره اره لوی اند غواضی تخلفات چې د انتخاباتو دي قانون لنغز نړ پیداکي کی هغه د جرم پروتګ تعریف شوی دی هم مهمه خبره دا ده چې اجراییوی ضمانت نسته دسیو ضمانت باید رامنستاسي چې کچیر څوک د افغانستان اساسي قانون نقزې دي انتخاباتو قانون نقزې تقلب کوي تخلف کوي یا مرسته کوي په تخلف او تقلب کې غوي باید مجازات شي تر څو پرې چې منګي قانون د تطبیق لپاره اجراییوی ضمانتونه غختلینه کو هغه فکر کوم دوام کوي او نور هم دوام کوي یعنی هر هغه افتزاز چې نور هم راوست کیږي دا به بې جواب وي دوی به منتفی له هر نو پښتونونه لري یا یو مهم بحث اوس راپورته کیږي اعداد دي څه ظاهرا د شکلات ول مخنه د انتخاباتي شکایت نو کمیسون فیصله قانوني لري ځکه دوی د صلاحيت لري اما مهمه خبره دا ده چې څه ضمانت توجد لري چې دا انتخاباته وافته ورستو وسي یوهامي هسته څو مست ورستا به به کې تخلف نکي به به کې تخلب نکي دا ضمانت هغه وخت کې موږ را مست کولای شو سره دغه ډېر تخلف او تخلب مسؤلین باید اجازه راکنه چې موږ سره هغه زیړمل شته هغه زیړمل هالا وضعیت په ګونی خېله اسفبارې بر شمو به از جمله کوم شنو مستقلن انتخاباته به ابطال کشانده شد در حال که شما مصرف کردین زحمت کشیدین حداقل دو ماه خیلی هم پایین و بالا دویدین و در مجموع عدم مدیریت تانست سرنوشته. اما اما احساس شما پاسخ شما یا حداقل به اون یک نامزده که تمامی را رو دیدین در برابری فیصله یا در برابری کمیسیون چی است خب تشکر با عرض سلام و خدمت شما خدمت میمانان حاضر در بحث و خدمت بیننده تلویزیون البته ما قبل از اینکه روی نکته شما اشاره کردین و بدون شک احساس خوش نیست هیچ افغان احساس خوب و خوش نداره زمانی که دو کمیسیونی که مسئولیت مدیریت و پیشرفت امور انتخابات داشتن امروز با یک چالش مردم مواجه میسازن که یکشان اعلام میکنه که آرای کابل باطل است و دیگه قابل قبول نیست و کمیسیون دیگه میگه که نه اینا عجولانه تصمیم گرفتن و ما با پروسه با کار خود ادامه تیم این یک دیگالتی است که مردم با دیگالت بلا تکلیفی به سر میبرن و مشخصا کاندیدا هم و این مشکل امروزی مشکل امروز نیست این مشکل است که از گذشته ایجاد شده و حتی از گذشته چندین سال پیش ما تا به امروز حداقل در 10 سال گذشته هیچ گاه ما شاهد و هیچ شاهد بر و نتیجه انتخابات شفاف و عادلانه را ما نبودیم و نیستیم و همیش همونطور که شما پیشتر گفتین همیش به رفته و بالاخره چالش های به میان آمده و بالاخره کمیسیون شکایات کمیسیون انتخابات با هم مواجه شدن بس که گذر خاموش هست و شما هم فیصله میپذیرین و آمادگی میگیرین با دبر دو یا اعتراضات روندش ادامه پیدا میکنه در برابر کمیسیون گپ من این است که خب اگر قرار باشه که نتیجه انتخابات پر از تقلب بوده هیچ شکی وجود نداره به خاطر از اینکه در ابتدا مکانیزم راندزی یک انتخابات شفاف آدالانه وجود جانده. نداشته که ما بارها قبل از اینکه به روز انتخابات بریم سر صدا بلند کردیم و در که شما هم کاندیدار دعوت کرده بودین در اون یک یکی از ما مایی بود که آیا چقدر سیستم بایمیتی کار آمد است و کار میکنه که اطمینان داده شده اما تاسفانه و از واقعیت نمیشه چیم پوشی بکنیم واقع چیز بود که سیستم بایومتیک کار نکرد و امروز انتخابات به ای سرنوشت مواجه شده. اگر بگیم که خب انتخابات باطل شد قسم کمیسیون شکایات اعلام کرد و کمیسیون انتخابات بگه ما راندازی میکنیم انتخابات دیگه را حداقل در هفت روز بعدی که قانون میگه هیچ ظرفیت و توانمندی وجود نداره در درون کمیسیون چیک در درون حکومت نظام وجود نداره که کسی گارانتی بکنه در هفت روز دیگه انتخابات شفاف را راندازی میکنن در هر هفت روز که چی در هفتاد روز دیگه هم ظرفیت وجود نداره همین مدیریت وجود نداره و هیچ کس نمیتونه گارانتی بکنه به شمول کمیسیون شکایت که ده بار دیگه باز انتخابات راندازی را شود به می روند به می میکانیزم که قبلا انتخابات راندازی را شد و این بار راندازی را شد شما چی میکنید هیچ ضمانت وجود نداره کسی بیا یک انتخابات شفاف راندازی را بکنه عزیم. رای حل ما میتم رای حل چی است مردم با قبول خطر حیات با همه چالش ها انتهار انفجار مواجه شدن ها با افراد زورمند و قلدر و متقلب و مفسد و هم از این ها رفتن به پای صندوق رای کمیسیون ها مکلفیت مدیریت انتخابات داشتن باید انتخابات شفاف عادلانه و سراسری باید راندازی میکردن هم کمیسیون شکابات باید نظارت میکرد در روز انتخابات و حراست میکردن و هم کمیسیون انتخابات هر دو از اینا نتانستن چون این اگه انتخابات راندازی بکنن ما نمیتونیم مقصر یک کمیسیون بدانیم یعنی هر دو کمیسیون مکلفیت داشتن کمیسیون شکایت هم این عادلانه و درست نیست از دید ما که 45 روز بعد از روز انتخابات با شماری هم آغاز میشه قسمتش هم پیش میره باز میان اعلام میکنن که آرای مجموعی کابل باطل است در هر جایی که نواقص وجود داشته در روز اول انتخابات باید جلوگیری صورت می روز, اول روز اول صورت گرفت کمیسیون برخلاف آنچه که کمیسیون شکایت گفت عمل کرد در روز انتخابات حداقل قرار اطلاعی که ما دارم بالاتر از 6000 شکایت درج شد وقتی که 6000 شکایت در یک پروسه درج میشه و سیستم بایومتری کار نمی کنه و چالش های متعددی وجود می باشه بهترین روند بود که فردای روز انتخابات اعلام میکردن که حالا او یک زمان قانونی دارن آقای جمهور تایی بکنن خب بعد از او پس چرا رفتن به طرف پروسه بازشماری انتخابات بازشماری چه معنای چی را میده حالا بازشماری من که شما چی میکنین بله. آیا دوباره آمادگی میکنین چیز اعتراض دارین میرین یخنی که انتخابات نه خیلی من, یخنی... من رای حل میتم من رای حل میتم رای حل نیست که پروسه آرای کابل باطل شوه و باز برن نامزدان نامزد شوند ان انتخابات بکنن ای رای حل نیست بخاطر از که هیچ ضمانت وجود نداره اگر کسی ضمانت میکنه که هفت با چی که هفتاد روز باز از کمیسونا میتونه که اگه انتخابات شفاف و عادلانه رو برگزار بکنه ما یک از کسایی هستیم که میپذیریم بگم بسیار خوب است پس حداقل ما یک انتخابات خوبی خود داشتیم که نمیتونیم این چیزی ای که چیز ضمانت چیز کردنه بنا به این ای شرایط ما قرار داریم ما دو تا راه حل راه حل اول می است که ما امروز تکنولوژی وجود داره اگر سیستم بایومتریک کار نکرد حداقل در پروسه بازشماری مجموع آرای کابل با نصب کمره ها بالای هر میز که شماره صورت میگیره و گذاشتن ای کمره ها به گونه اوپن سورس در اختیار مردم و ملت افغانستان که هر شهروند افغانستان باید ناظر باشه اگر کمیسیون ها نمیتونن که مجموع ناظرین کاندیدا در سر صندوق ها و در سر میزها استاد بکنن که در خود بازشماری هم بالاخره جنجال های وجود داره و کاندیدای رای انداخته شده و این رای یعنی کمیشنرها و رهبری کمیسیون نکرده کسایی که در پروسه هستن کسایی که استخدام شدن حداقل اونایی کار کرده. بخاطر که اکثریت مطلقی که در روز انتخابات هم انتخابات راند شد به طرف نبودن و امروز هم کسایی که در پروسه باز شماری هم اصلا متاسفانه به طرف نیستن ما میتونیم بگیم به هستن در چنین وضعیت با نصب سیستم که افراد شا و مدیریت و کنترل شاو پروسه نظارت جدی صورت بگیره ما میتونیم که یک روند به گونه شفاف به پیش بریم ما حل میتونیم تمام میزهای ای... وجود داره بالایش کمر نست شما حل شما را گذاری شما در خط مرنگر یک آقای برای آقای زیارمند ایرای حل تراوش ذهنی شما با عنوان یک نام زد هست بل. در حالی که کمیسون مستقل انتخابات اما نصوص خیلی سری قانون را زیر پای کرد و خیلی هم تمکین نکرد از از حالا اگر کمیسیون مستقل انتخابات با آنچه که خودش فکر میکنه پیش میره و کمیسیون شکایت انتخاباتی ای را, را پیش میبره سرنوشت شما ای رای حل, هست. ای رای حل نیست ای بست است کمیسیون انتخابات هم به گونه تنهایی نمیتونه که با نظر گرفتن فیصله های کمیسیون شکایات به گونه اکثر پیش برن و نتایج اعلان بکنن و کمیسیون شکایات هم نمیتونه بدون اینکه که با تفاهم با کمیسیون انتخابات برسن آرای مجموعه کابل اعلام بس با بکنن بس... و بحث دیگه بحث کاندیدا است کاندیدا هم با دو دست تقسیم شدن کاندیدهایی که بازنده هستن صادقانه کاندیدهایی که بازنده هستن اکثریت هستن اکثریت اینا موافق هستن با فیصله کمیسیون شکایات کاندیدهایی که برنده هستن چون ما کاندید داشتیم 33 کرسی حدودا 4 درصد برنده است 96 درصد بازنده است حداقل در می روند 45 روز حداقل 80 درصد بازنده ها می که ما بازنده هستیم و 20 درصد 5 درصد یا 4 درصد برنده است 10 15 درصد مشکوک است که ممکن ما برنده باشم ممکن بازنده باشم اینا به با دو گروه تقسیم میشن این ای ایجا هم یک تاش یک چالش ایجاد میشه اجازه ای به من موضوع پیشتر رای را بکنم بالای هر میز کمره امنیتی گذاشته شود اوپن سورس اینترنت بگذارن هر فرد بتونه نظارت بکنه در خط مرنگر یک میزبره پلیس بگذارن یک میزبره برای امنیت ملی یک میزبره برای سازمانواری میدیا هم باید حضور داشته باشه هر شهروند افغانستان از هر جایی که میبینه کس تخلف میکنه در پروسه با شماری مجموعه آرای کامل با شمول آرای کامل جنجالا نمیشوده که طبیعی باید است که این رای حل دیگه دا نداریم باید ها باید این کار اجازه بدین که میه ماهنگی بین دو کمیسیون و حداقل مطرح ایدال که شما برای رای حل مطرح کردین یک یک دو تا دیگه مرا اشاره بده یک رای حل دیگه رای حل دومی است که در نهایت بر شما برمیگرده چقدر فکر میکنین که بین دو کمیسیون بتون اگر ماهنگی مجددی ایجاد شوه و روند به کدام مسیر شو تشکر با سلام خدمت شما مهمانان عزیز در بحث و بینندگان محترم تلویزیون خب من متاسف هستم که به اساس بازی های طفلانه متاسفانه امروز سرنوشت مردم افغانستان در وضعیت قرار گرفته که حال ما که واقعا دی دی نسخه های عجیب غریبی که ما بر انتخابات داریم یک راه درست بکشیم لجاجت هر دو که متاسفانه که دیگه غیر قابل تحمل است و امروز ما لجاجه تردو که میسیون چی؟ لجات با این معنی که در یک بحث ملی که مربوط به سرنوشت سیاسی مردم افغانستان میشه در اینجا مردم اشتراکشان قربانی همه باید مد نظر باشه از ابتدای امر برای کمیسیون انتخابات ما بارها هشدار دا دادیم که پروسه شفاف بسازین پروسه باز بسازین برای برای شک و تردید جای نمونین گفتین که تقابلتون به نفع پروسه نیست حال خوب از دفاع میکنن که برای تقابل ما به این خاطر آ آ آ آ است ک... تقابل هست؟ که تقابل سیاسی ایش... است از جانبی که میسون کرد. این تقابل شما ببینید با... با... که با... اتهام میکنن یکش میگه شما با... کارتون سیاسی بوده دیگهش میگه که شما همکار نبودید در وسط شما چی میگید؟ در وسط ما میگیم که بالاخره اینمی مساعد نبوده اینمی رابط از 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 دو امر خصمانه بوده بعضیشون تصمیمی که شکایات عقلانی تکنیکی و بجا بود از نظر قانونی از لحاظ حقوقی کاملا بجا قانون اساسی قانون انتخابات برشان صلاح داده اما بر تعمیل از این ما طرفدار زینم که یک بار می تا در آخرین خط و این فیصله را می گرفتن خوب بود که حداقل ما یک بار درست پیمانه می که آیا راه بهتر از این داریم که ما بلای روحانی گفت که افتضاح به حد بلند بود که هیچ راه حل وجود نداشت که ما آرای سی و سفید اصلا تفکیک داریم قبول تفکی داریم که, که افتضاح ولی ما راه های دیگه می داشتیم که مثلا اگر امروز این تصمیم ما که خو اصل عدالت عادلانه بودن انتخابات در حوزه کابل نقض شده بین قبول بکنیم چه قسمی ثابت میکنیم شخص ها چی است خو یک بار میکردن اگر فر مثال از بین 500 چند مرکزی که ما داشتیم اگر در 200 یا 300 یا ساعت مرکز حد و حدود تقلب و تخلف در حدی بوده که دیگه قابل کنترل نبوده بسیار خوب در قسمت باشماری و تفتیش اگر ما به نتیجه نمیرسیدیم مثل تفتیش 2014 که آخرش مملی سیاسی شد باز اون صورت میگفتن که ولی اگر به نتیجه نمیرسه ما میارها و شخصه ها را از قبل به خاطر حل بحران و به خاطر رفتن به نتیجه مطلوب نداشتیم چرا قبل از تکمیلی روند که شکایت انتخاباتی یک تصمیم به بزرگی را به قبل شما گرفت خب ما در اینجا چند فاکتور میبینم فاکتور اول خودخواهی که مستقل انتخابات است ما بارها شاید بودیم که وقتی که شکایت انتخاباتی موضوع را مطرح کرده و بتفاوتی به بسیار جدی بوده در خود کمیسیون انتخابات فکر میکنن که میسون شکایت هم یک کمیسیون دوباره باشه باشه و فقط اون که میسون انتخابات میکنن مو باید در رأس اجنده باشه یک موضوع موضوع دومی است که از قبل برنامه و اینها به خاطر مسائل مشترک وجود نداشته درست است که به این فرض کار و مسئله دو کمیسیون فرق میکنه اما بر تطبیقش ما باید لایه ها رو تعریف بکنیم در یک ولایت شیوا یک چیز از دولت دیگه شیوا دیگه چیز دیگه جای بایومتریک است دیگه فرست است دیگه داخل صندوق چیزی میبره او قابل محاسبه است اینال برای که باید پاسخ بده ما طرفدار از بودیم که باید اول پیش از اینکه به طرف سنجش و بررسی و تفتیش دیگه مشترک میشدن باید کار میکردن اعلامی مشترک از چی شد اعلامی مشترک از اون میگفتن که ما یک کمیته مشترک ایجاد میکنیم ما مشترکان کار میکنیم ما بررسی میکنیم ما فلان فلان میکنیم امروز نتیجه کار رو که هم دیگر خود به تمسخر میگیرن طعنه میتن بازی بازی با سنایش مردم که میکنم که ما به یک نقطه رسیدیم که اینها دیگه مثل اطفال واری بازی میکنن و دیگر اینها اصلا لیاقت و که یک روز آیا, آیا فکر میکنین که امی سیستم و امی مدیریت توانمندی ادامه امی روند را در انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری داشته باشه یا نه مستلزم مسلاحات اگر حکومت افغانستان خود مسئول میدانه ما امروز فکر میکنم که امروز وقتش هست که اینی کمیشنر را وظیفهش برای تعلیق بیاره بیا مردم های را بیان که پروسه مدیریت بکنن اگر اینها بشنن به هر روزی که دوام پیدا میکنه ی انتخابات بشترم مسخره میشه بشترم بجنجال ميره بشترم مردا به مشکلات اجتماعي او سياسي مواجهي سهزان در اخر روزي خود بود كه ديگه ي كنيداي كه تقسيم شودن يک جنا يک گروپ سياسي او همي پوزيشن جوړ شودن يک بخش حمايت خود كردن كه يک کسنده حمايت يک گروه خود بود يک کسنده حمايت گروه ديگه خود بود در اخر به حساب درو فاجا ميروس آي تاثير پزيلي سياسي وجود داره نه بدون شک د هي وضعيتي كه شما بلخره ميبینين امروز كنيداي برادر كه يا کسه كه برتر بودن حتما از لحاظ سیاسی مطالعه شده که بیشتر کیها هستند به نفع ارگ هستن به نفع سیاست اجرایی هستن به نفع یا جریان سیاسی بیرون هستند هستن دو کمیسیون با دو شاخه سیاسی اتهاماتی است که چندین بار سر از ای گرفته شده آیا فکر میکنه هنوز هنوزم هم امو کانالا و مسیرهای سیاسی نفوذگذار بالای زینا هست که منجر به تصمیم گیری یا از او کانالا شود انمی امروز مقابله که بین دو انمی از از یک جهت اگر به شما تکنیکی وقبست میکنه از ستراتیګی به سو یابواد سیاسي خودم دار وکيچ نه شي ازو چرپوشي وکويم بسیار تشکر اوربان صاحب هداقل دي باسکرا ټولکو د جنبني په صفات چې دي حلاره دي حقوقو په لاره دي لړۍ ته د کړه کیچ ته تاسو ویني کنه کوي کوم لری کده شې دغه قل دغه ستونزه حل کې له سره انتخاباته کوم خلګې بلکو میکانيزم شته یو موږ د دې مهمه ده کچېره د کابل انتخاباته واقعا هم دومره فاسد او غیر قانوني او خراب و چې باید باطل شي ولکه څول نو د شکایتو د مرکزی کمیسون مسولیت یاواز په امريزه کې نه خلاص کی مهم باستا دغه تخلف چا وک قانون نه څاکري دی کاندیدان څوک دي د کمیسون کې څوک مسولیت لري د کمیسون په ځاو کې څوک مسولیت لري امداغه زذنیګه سن البته په دې اړه په تابلني ولسم همدې د کشفي او غوند معلومات ته دې برخه کې ګورئ یو مسله لري واځي و د کابل انتخاباتو کې د رايو خايدو فروشتیر په کې واځي و په خپل د انتخاباتو د کمیسون رسمي معلومات دي په کابل کې موږ د لودل 552 مرکزونه په درې سو او شپږ 552 مرکزونو کې د نتایجو فورمې نه وي مانه دا ټول نتایج ما زیګر اعلان نشولای په دواسو اته مرکزونو کې د یو معلوماتو وخت په محلونه انتخاباته په ورځ باندې د شپې خلاصونه شوی ده ورسته لږه صندوق او تاسو اب بلاخره منځونه ستونزه شته چې د فیصله وشوه آیا alternatives د لپاره شته چې موږ شو کولای یو وساتي لارې تلاش وکړو زه فکر کوم چې اوس د کابل انتخاباته باطلې لاند شوې که موږ غواړو چې د قانون پاساس باندې رفتار او کډې شکایت کمیشن فیصله کوي دا شکلات په لاس باندې دا فیصله قانوني ده نه پایده د باندې اعتراض نشي کولی اما د دې لپاره موږ بل انتخاباته زو په کوم شرایط او زوایا هم د کاندیدانو سره موږ بیا زو هغه کاندیدانو سره زو څو یې ورای په 15 ورځې وروسته په بکه په 15 ورځې افغانې اخلي په درسه اخلي په ډالر اخلي وګورئ دا ځینه که څنګه د مسلې ارمنی مطرح کړي چې ټول ملت د نظارتو کی ملت هغه وخت کې نظارت کوي چې ناظر براته د وسیاسي انګېزي په اساس باندې به با د کاندید پسان کې وړو نظارت وکاوه هم د پیسېدارو کاندیدانو چې اکثره بزنسمنان دي دوی راغله کاندیدان او وخت ناظرينه په پا پیسو وختله ماشونه ورته ورکل انتخابات دوی خراب کړ واقعیت کې اوس مهم بستر ده زم کاندیدمو وغوري دلته تاسو د مسلې یاد نه کړل که موږ بیا زو انتخاباته دا مسله <سؤال> ډیره وزیه آ هغه کاندیدانو سره موږ بیا زو چې خوی دไรو خوی د فروشکي اسناد مر بندستا ګورئ و به چې پایله انتخاباته شروع شوی و عامه د کمیسون کارمندان په نهه به وخت د تقاضا په تمامه وخت نه پات دا چې انتخابات تابع څو ډیرل نه فقط آیا تاسو خپل <سؤال> د غو مسارف <سؤال> چه کړی دي او د دود د مدریت د کرکټ پر اساس انتخاباته سره <سؤال> کیږي په کمیسون سره غوختن غوختون کیاستای کنا <applause> د قانون په اساس باندې مشکل زکه نه ستاسه کله هاو ځباط لیږي یو وخت باید به انتخاباته سي یو وخت باید, باید فکر کوم درایور کوم کوم نه یاد نه وزو اما کچې د انتخابات به درېسور مېسته زندي کی تابن به درایور قانون کو نه اينه پرسش شمه راي هلای پروتفق مګن وجود داره اوس خو آل ما در یک وضعیت قرار داریم که بل اخر یا باید راي کابل باطل شاو قبول وکونیم یا باید نشه این فیصله هایی است از نظر, خب هست نظر قانون خب این فیصله کمیسیون شکایت هستم کمیسیون انتخابات رد کردن کمیسیون انتخابات از نظر قانون هیچ حق نداره و هیچ صلاحیت هم نداره خب پس امروز اونها موقف خود اعلام کردن اینا یعنی شما منشی کمیسیون که این خیلی هم احساساتی است و خیلی هم منطقی نیست که کمیسیون مستقل انتخابات در برابر قانون قرار بگیره ببینین وقتی دو کمیسیون مکلفیت مدیریت انتخابات و پروسه انتخابات داشتن و اینا هم فکر نیستن در روند و اینا مشکلات دارن و در و یک تقابل قرار گرفتن یکشون یک, یک فیصله میکنه یک کس دیگه شون دیگه فیصله میکنه که امروز ما شاهد از بودیم در این وضعیت فقط یگانه راه وجود داره که پس حکومت بیا مداخله باید بکنه وقت راه حل میتیم اگر قرار باشه که قسم کمسون شکایت انتخ... اعلام کردن که آرای کابل باطل باید باشد و تا کار باید صورت بگیره در گام اول تقلب در کل افغانستان بوده تماما باید باطل اعلام بکنن تمام پروسه و تماما رهبری کمیسیون انتخابات شکایت بین از مردم از ملت افغانستان باید مزرعت خواهی بکنن وبرکنا. و اقرار بکنن که ما ظرفیت مدیریت نداشتیم و انتخابات نتونستیم مدیریت بکنیم و اگر قرار نباشه که صورت بگیره به خاطر پیشرفت آرای کابل یا همونطور که قبلا عرض کردم کمره های امنیتی باید نصب شود نظارت بیشتر شود شفافیت باید بیشتر شود و رای تقلب رای پاک ناپاک از هم تفکیک شود در حضور نمایندگان کاندیدا اعضاب رسانه ها و همسال از اینا و یا همی که فقط صرفا تصمیم بگیرن در دو کمیسیون که صرف آرای بایومتریک قبول بکنن حتی اگر فرق از کابل و پنج آرای هم اگر وکیل میشه رای بایومتریک قابل قبول باشه اگر از, باید از دیگر. ها بگذاریم آن چی هست چی را نشان میده تصمیم گرفته شده فکر میکنم که در اینجا رای برگشت نیست بگر که کمیسیون کنید خوباتی خودشان تجید نظر بکنن به نحوی و بیان به خاطر حل قضیه رای کوتاتر رو بگیرن بحث دومی است که ما اگر بالاخره امروز به نتیجه میرسیم فکر میکنم که دیگر وتموت ما به در قسمت رهبری یعنی پیش از که به حساب برزی بودی زادانه که پرو سرمودیات بکنه چون که اینها ظرفیت وزیری ندارن روز به روز پروسه سر خراب میسازه و در عین حال قضیه تامین اداره صرفا به کول باید محدود نشه با مرکز مرکز ساید. و رای که در کولات مختلف به اساس تقرب سر گرفته به صورت بگیره بسیار زیاد تشکر از مهمان ما از آقای منوی که از پنچشیر با ما پیوستن و از شما بیند عزیز که دیدن بسما در دنبال کردین تابت خدانگهدار